رکورد شکنی پوتک در یوتیوب و بیش از 3 میلیون ویو تنها در عرض 15 ساعت از آلبوم جدید پوتک، اونم فقط در یوتیوب. یه رکورد بوم زدیم، مثلا یه رکورد عجیب غریب که همه اینو. واکنش پوریا پوتک به شایعه دیسش به امیر تتلو. دست به دست شدن فیلم رقص باسن پوریا پوتک توی رسانه ها و آرایشش به شکل یه خانوم. پیام‌های عجیب برخی از طرفداران پوریا پوتک بهش برای پس گرفتن پولشون و برگشت دوباره سپهر خلسه به اینستاگرام و تشکرش از پوریا پوتک. مرسی از پوتی عزیز. پوتی. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت، خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید دیشب آلبوم جدید و جنجالی پوریا پوتک منتشر شد. آلبومی که قرار بود 13 تا موزیک ویدیو داشته باشه که هنوز یکی دوتا از موزیک ویدیوهاش آماده نشدن. از چند ماه پیش که قرار بود این آلبوم منتشر بشه، هم کچی، هم خود پوتک و هم همه طرفداراش زوم کرده بودن روی این آلبوم و میشه گفت که یکی از آلبوم‌هایی بود که توی تاریخ رپ فارسی بیشترین تبلیغات براش شد. و همین باعث شد که انتظارها از این آلبوم خیلی خیلی بره بالا، جوری که دیگه همه منتظر این بودن که ترک‌های این آلبوم حسابی قوی باشه و هر آهنگی کلی حرف برای گفتن داشته باشه. اما خب وقتی که آلبوم منتشر شد، اونایی که طرفدار پوتک بودن معتقد بودن که آلبوم خوبه و اونایی هم که رپ فارسی رو دنبال میکنن و مخاطب پوتک نیستن میگفتن که آلبوم قوی نبوده. خب چیزی که واقعیت داستان اینه که موزیک و تنظیما در حد استاندارد بود، ولی خب تکست ها و اجراهای پوتک خیلی هم در حد انتظار نبود و میشه گفت که از بین 13 تا آهنگ تقریبا 3-4 تاش بهتر از بقیه بود و موزیک ویدیوها هم چند تاش خوب بود. البته پوتک بارها اعلام کرد که بارها آهنگای مختلف رو حذف کرده و دوباره موزیکای دیگه اضافه کرده و موزیک ویدیوها هم با عجله ساخته شده و شاید همین موضوع یکم کیفیت کارو آورده پایین. حتی خیلی از مخاطبای خود پوتک هم معتقدن که آلبوم پیامبر که آلبوم قبلی پوتک بهتر بود، ولی خب در کل این آلبوم خوبی‌های زیادی هم داشت و اونم این موضوعی که همکاری‌های زیادی توش شکل گرفت و قطعاً از این به بعد پوتک مسیر تازه‌ای رو پیش رو داره و میتونه برای تک آهنگاش خیلی وقت بذاره و با همکاری کچی حرکت‌های بزرگی بزنه. و اما بعد از اینکه این آلبوم توی چنل یوتیوب پوریا پوتک منتشر شد، آمار ویوهای کانالش به شدت رفت بالا، در حدی که تنها در یک شب و حدود 12 ساعت بعد از آپلود ویدیوها مجموع ویدیوهای 13 تا آهنگ به بالای 3 میلیون ویو رسید. این یعنی رکورد استریم موزیک در ایران برای یک شب شکسته شد. دقیقاً شبیه به اینه که پوتک یه ویدیو رو توی کانالش آپلود می‌کرد و از یه شب تا صبح بالای 3 میلیون ویو می‌خورد و عضوای چنل پوریا پوتک هم به بالای 270,000 تا رسید و با این روند به عدد مورد علاقهش یعنی 313 نزدیک میشه. تا این لحظه بیشترین میزان ویو برای موزیکی بوده که پوتک با رضا پیشرو فیت داده و جالب اینه که پوتک توی آهنگش میگه که به آرزوش یعنی فیت با رضا پیشرو رسیده و خلاصه اینجوری ارادت خودشو به پیشرو نشون داده. یکی دیگه از جنجال‌های آلبوم پوتک موزیک ویدیویی که پوتک توی اون خودش رو به شکل یه زن آرایش میکنه و بعد لباس زنانه میپوشه و رقص باسن انجام میده که همین تیکش داره توی کانالای تلگرام دست به دست میشه و فیلم باسن پوتک داره همه جا پخش میشه که تیکه طنزم هست. و اما از اون طرف هم همونطور که میدونید یه روز قبل از پخش شدن این آلبوم شایعاتی در مورد دیس پوتک به تتلو توی رسانه‌ها پخش شده بود که بعد پوتک به این موضوع واکنش نشون داد و نوشت: در این آلبوم دیس به هیچ رپر و خواننده‌ای نیست. تنها دیس آلبوم در 3 ترک بونوس هست که 2 روز دیگه برای خریداران ارسال می شود. لطفاً به شایعات چرت و پرت دقت نکنید. و اما از اون طرف هم خیلی از افراد پول داده بودن و آلبوم پوتک رو خریده بودن و الان یه سری دارن بهش پیام میدن و میگن پول ما رو بده که بهتره یه نمونه رو با هم بخونیم. مثلا ایشون نوشته:
با اون اکانتم به مبلغ 3.33 میلیون تومان حمایت کردم که مجموعاً میشه 10 تومان. با هر دو اکانت به صورت فیزیکی و آلبوم مجازی ساپورت انجام شده. من الان به مشکل مالی شدید برخوردم و این تمام پولی بود که پس انداز داشتم. ممنون میشم به پوریا پوتک عزیز اطلاع رسانی کنید که اگر ممکنه این پول رو به هم برگردونه. التماستون میکنم، زندگیم نابود میشه، من به این پول نیاز شدید پیدا کردم. بله، و اما پوتکم در مورد ارسال موزیکا صحبتایی کرده که بهتره با هم بشنویم. آقا درود به همگی. آلبوم اومد، چند تا مسئله رو اومدم بگم. یکی این که در مورد پخش، یعنی در مورد ارسال ایمیل، بچه ارسال ایمیل واقعا تعدادتون خیلی زیاده، سر همین طول کشیده، نه به خاطر ویو یوتیوب، به خدا به خاطر این نبوده، و نه اینکه بخواد از قصد دیر انجام شه، و اینکه سیناب خیلی زحمت کشیده، واقعا تقصیری نداره، داره میاد. اسپم و جانک ایمیلاتونو چک کنید. حالا بازم از طرف خودم از همتون عذرخواهی میکنم. آلبوم اومد دیگه. اگر کسی هنوز دستش نرسیده میتونه از طریق لینک های بیو مشاهده کنه تا اینکه برسه به ایمیلش، چون تعداد خیلی زیاده. اگه کم و کاستی داشت ببخشید، امیدوارم خوشتون اومده باشه، کلی زحمت کشیدیم، خواستم چیز جدید باشه تو مارکت، امیدوارم بعدا دیده باشم. تو همین استوری میخواستم از کچی بیت تشکر کنم که واقعا خیلی واسه آلبوم زحمت کشید، از رضا پیشرو که واقعا یک روزگار بیزاد لیتو، یک ترونه، و سپر خلصه که عشق به تمام معناست، هیپاپولوژیست، سفیسک جی، همه کسایی که تو این آلبوم زحمت کشیدن، همه پرودیوسرها. امیدوارم از آلبوم خوشتون بیاد، لینکش اینجاست. عشقید بابت دیر کرد آلبوم، واقعا ببخشید. آقا من یه سریا رو دیدم، آلبوم باید به ترتیب گوش بدید. مثلا یه سری رو دیدم، اول مثلا دو کیریمیکس رو یه اشه رفتم، بعد دو کیلو. مثلا اگه ترک دو کیلو گوش ندید، ترک دو کیریمیکس مثلا اشتباه میشه همه چیتون، به خاطر اینکه تو ترک دو کی منو کچی بیماریم، و تو ترک دو کیریمیکس هیپاپولوژیست به عنوان یه دکتر میاد به ما نسخه میده. مثلا همین کلن بقیه ترک هم همین شکلی، باید به ترتیب گوش بدید که بفهمید. تو کون بکونم تا اونجایی که فهمیدم، خیلی ها نفهمیدن، این بوده که تو کون بکون من با یه دختر اسرائیلی میرم تو رابطه، که به خاطر اینکه ملیت همون ایرانی و اسرائیلیه نمیتونیم با هم باشیم بر طبق قوانین دیگه، واسه همین تصمیم میگیریم با هم دیگه بریم رستوران بعد از کلاب. اینا اون داستان کون بکونم اینه که وقتی میریم کلاب یعنی وقتی میریم رستوران، اون به عنوان شام آخرمون میشه، چون بالاخره گذاشتیم پارو باورامون که با هم دیگه. بعد میگم دین ما رو از هم جدا کرد. این دو تا تیکه بود که کونم سوخت و زیاد نفهمیدن، این دو تا تیکه رو گفتم بگم. بله، اینم از صحبت های پوریا پوتک. و اما از اون طرف هم سپر خلصه که خیلی وقت بود پیجش پریده بود، دوباره به اینستاگرام برگشته و یه استوری گذاشت و از پوتکم تشکر کرد. ستونه من خانم و آقایمون، آقا پیج ما برگشت دیگه، سعی میکنیم ادب رو به شدت رعایت کنیم، فقط پیام صلح و دوستی بدیم. عشقای منی، مرسی از امید مهربون عزیز که واقعا مهربونه، مرسی از پوتی عزیز، پوتی پوتی، و علی اکتاب اردوان سابق، عشق دلم. بله، اینم از صحبت های سپر خلصه. حالا در کل نظر شما در مورد این ویدیو و آلبوم پوریا پوتک چیه؟ به نظرتون آلبوم قوی بود یا نه؟ حتما نظرتون رو تو قسمت کامنت برام بنویسید و اگه امکانش هست کامنت انگلیسی هم بذارین. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب. یادتون نره با نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جایی که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.